به نام خدای هنر آفرین هنر آفرین را هزار آفرین زمین زیر پای توست فرزندم به آسمان ها نگاه کن هر جای این دنیا که هستید شاد سلامت پر از عشق و امید و آرزوهای قشنگ و انرژیهای مثبت باشید نمونه سوال آزمون زبان پایه یازدهم انگلیسی با ابوذر بخش سوم اگر به این موضوع و محتوا علاقمند هستید ازتون دعوت میکنم به ادامه این ویدیو توجه بفرمایید پشتکار داشته باشید امیدوار باشید و هوشمندانه کار کنید بنده ابوذر حسنوند اموزاده هستم دبیر زبان انگلیسی نمونه سوال زبان پایه 11 هم سوال سوم جملات زیر را فقط با نوشتن یک کلمه مناسب کامل کنید حرف اول کلمه داده شده است دو نمره هر کدوم 25 صدم دارند که دقت کنید دوستان یک جای خالی داریم حرف اول کلمه داده شده باید جای خالی رو متناسب با محتوای جمله قرار بدید با توجه به معنی و مفهوم جمله باید کلمه مناسب رو قرار بدید the جای خالی با s شروع میشه says میگوید there is a parking lot around here در این حوالی یک پارکینگ وجود دارد یک منطقه پارک کردن اتومبیل وجود دارد پارک کردن خودرو وجود دارد در این حوالی یک پارکینگ وجود دارد یک جای پارک خودرو وجود دارد the sign sign یعنی علامت اشاره S دومین مورد فود غذای جای خالی از bad for your health برای سلامتیتان برای بهداشتتان بد است نامناسب است بد است junk فود، جنگ فود ما هل هوله رو داریم غذای آشغال رو داریم junk فود، غذای سری غذای آشغال هل حوله سومین جمله This man این مرد is هست a یک couch potato couch potato یعنی تنلش لش خوره یه تلویزیون کسی که مدام پای تلویزیون میشینه و چیپس و پفک و حله هوله میخوره couch potato couch رو دقت کنید دوستان potato یعنی سیب زمینی couch potato چهار How جای خالی water is there in the glass? چه مقدار how much چه مقدار water آب is there وجود دارد in the glass در آن لیوان در آن لیوان in the glass how much m u c h how much یعنی چه مقدار قبل از اسامی غیر قابل شمارش میاد on countable nouns اسامی غیر قابل شمارش water یا water غیر قابل شمارش است پنج احمد احمد بگن شروع کرد به learning یادگیری آموختن ترکیش ترکی in a language در یک زبان جای خالی با آی شروع میشه institute مؤسسه در یک مؤسسه زبان when he was 13 زمانی که 13 ساله بود زمانی که 13 سال داشت خب دوستان چند تا نکته اینجا بگم خدمتتون دقت کنید گرامر درس دوم هست بعد از بگین به معنی شروع کردن که گذشتهش میشه بگن اسم مستر ING داری یا جران میاد Learn به علاوه ING اینجا احمد اسم خاص است با حرف بزرگ نوشته شده در ابتدای جمله هم هست ترکیش زبان ترکی زبان ها رو با حرف بزرگ می نویسن اینجا هم Language in a Language Institute در یک مؤسسه زبان که اینم مهمه زمانی که 13 سال داشت 13 ساله بود شش اماد اماد arrived رسید لیت دیر بیکاز به خاطر اینکه زیرا چون که he couldn't find نتونست پیدا کنه a parking lot یک منطقه پارکینگ دقت کنید که در اینجا a parking lot همینجا مجددا سوال مطرح شده یک, یک محل پارکینگ منطقه پارک کردن خودرو هفت He was very angry او خیلی عصبانی شد خیلی عصبانی بود I tried من سعی کردم to make him تا بکنم اونو کام کام یعنی آرام آسوده کام یعنی آرام آسوده هشت I I read in a book that من خوندم در یک کتاب تلفظ read در حالت گذشته و اسم مفهول میشه read در یک کتاب خوندم that که working کار کردن with computer با کامپیوتر for a long time به مدت طولانی can make people میتونه مردم رو بکنه sick مریض and با دی شروع میشه و depressed افسرده یکی از جملات کتاب هست میتونه مردم رو مریض و depressed افسرده یا غمگین بکنه نمونه آزمون زبان پایه 11 هم ویژن تو ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید با زدن دکمه لایک به ما در رشد و انتشار ویدیوهای از این قبیل کمک کنید زمانی که شما روی دکمه لایک میزنید الگوریتم ویدیو رو در معرض دیده شدن توسط افراد بیشتری قرار میده و منجر به رشد و بزرگتر شدن این کانال میشه خیلی خیلی ممنونم که با ما همراه هستید حتما کانال بنده رو دنبال کنید ما رو در سایر شبکه های اجتماعی هم دنبال کنید و به ما کمک کنید تا رشد کنیم و بزرگتر بشیم هر جا هستید زندگیتون پر از آرامش باشه امیدوارم چه پرواز کنان مثل عقاب و چه سینخیز مثل لاک پشت همیشه و همیشه رو به جلو باشید یادتون باشه شما به چیزی تبدیل میشید که بیشتر اوقات بهش فکر میکنید و تا موفقیت فقط و فقط یک تصمیم فاصله است بهترینا رو براتون آرزو میکنم خدا نگهدارتون ارادتمند و دوستدار همیشگی شما abuzare hasanbande amuzode have a nice time and be glad